برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بنیاد جهانی آیت الله ماسه صادق حسینی شیرازی و مرکز اسلامی مونترال کانادا میزبان برگزاری مراسم جشن ولادت با سعادت امام حسن مشتبه علیه السلام در کانادا بود. در این مراسم پس از تلاوت قرآن کریم و پهش شدن سفره افطار حاضرین به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شیخ صالح سیبه وی وکیل بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى صادق حسینی شیرازی دام ظله درباره امام حسن مجتبی علیه السلام و نقش آن حضرت در پرورش و هدایت جامعه گوش فرا دادند. در 6 آوریل 2023 جهاد دب یکی از اعضای تازه منتخب از تازه منتخب از بانکس تاون با تبدیل شدن به اولین وزیر مسلمان نیو سافت ویلز تاریخ ساز شد دب در مراسم ادای سوگند که با حضور فرماندار نیو سافت ویلز برگزار شد بر قرآن کریم سوگند یاد کرد این رویداد به ویژه قابل توجه بود زیرا این اولین بار بود که یک وزیر نیو سافت ویلز به قرآن کریم سوگند یاد می جهاد دب در لبلا متولد شد اما در دو سالگی به همراه خانواده‌اش به استرالیا مهاجرت کرد وی در سال 2013 جایزه قرور استرالیا را نیز از آن خود کرد. منام دربانی در افغانستان میگویند. به دنبال منع کار زنان در نهادهای کمک رسانی و توقف کمک‌های جهانی بانک‌های خون در این کشور خشک شدند. دکتر محمد نصیر صدیق رئیس بانک خون افغانستان به رسانه‌ها گفته همکنون بیش از 1200 کودک اکثرشان بیماری تالسمی و هموفیلی دارند در صورت نرسیدن خون تازه جانشان را از دست خواهند داد اکثر مرکزهای درمانی در افغانستان از سوی نهادهای جهانی و غیر انتفاعی حمایت می شدند اما پس از ممنوعیت کار زنان در این نهادها به ویژه سازمان ملل از سوی طالبان فعالیت اکثر این نهادها متوقف شد و افغانستان اکنون با بزرگترین بحران بشری در جهان مواجه شده است دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله عظما صادق حسینی شیرازی دام از در شهر مزار شریف در شمال افغانستان در ساروز میلاد با سعادت امام حسن مشتبا علیه السلام به توضیح بسته های قضای اقدام ورزید در این اقدام نیکوکارن و بشر دوستانه که با همکاری مؤسسه خیریه اهل بیت علیه السلام از کشور کویت و در راستای عمل به توصیه های آیت الله شیرازی صورت گرفت 130 بسته غذایی در میان 130 خانواده فقیر و اکتام توضیح شد. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در گزارش تازه ای که منتشر کرده از حصف بخش‌های از کتاب‌های درسی تازه هند که مربوط به تاریخ مسلمانان می‌شود خبر داده است. به نوشته این روزنامه آمریکایی، کتاب درسی جدید هندی برای کودکان برخی از ارجاعات مهم از جمله شورش‌های سال 2002 در گجرات که در آن صدها مسلمان در روزهای خشونت‌های های بیرویه کشته شدن کمرنگ یا کاملا حذف کرده است همزمان با این یک مخالف سیاسی نخست وزیری کنونی هند نیز روز جمعه 18 فروردین به رسانه‌ها گفت که حذف فصل‌های از کتب درسی بخشی از تلاش‌های ضد مسلمانان در این کشور است. مؤسسه انوارالجوادین از مرکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت‌الله العظما سی صادق حسینی شیرازی زلو در شهر بغداد از روز 15 ماه مبارک رمضان، روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام مسابقه دینی فرهنگی در پایتخت عراق برگزار کرد. گفته نیست این مسابقه به مدت چهار روز و با همکاری مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از دیگر مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما شیرازی از برگزار می‌گردد و در آن تعدادی از هیئت‌های حسینی شرکت کردند. سازمان یونیسف با انتشار گزارشی از نیاز 5.6 میلیون کودک میانماری به کمک‌های های بشر دوستانه خبر داد. در این گزارش همچنین اعلام شده در سراسر این کشور 17 میلیون و 600 هزار نفر به کمک نیاز دارند و از اول فوریه 2021 میلادی به بعد بیش از 1 میلیون و 438 هزار و 600 هزار نفر در این کشور و 600 هزار نفر در این کشور از خانه و کاشانه خود آواره شدند. 52200 نفر نیز به کشورهای همسایه پناه برده و آواره شدند. سطح آب دریای آمو به دلیل استفاده سنتی غیر اقتصادی و تغییرات آب و هوایی با خطر کاهش شدید روبرو است. دولت ازبکستان پیش بینی می کنند که حجم آب دو دریای اصلی منطقه آمو دریا و سیر دریا در فصل آبیاری پیش رو در مقایسه با میانگین چند سال اخیر 20 درصد کاهش خواهد یافت بر اساس تخمین بانک جهانی خسارت های اقتصادی ناشی از خوشسالی و سیل در آسیای مرکزی تا یک دهم درصد از تولید ناخالص داخلی در سال در سال پیش بینی می و انتظار می رابد. بازدهی محصولات تا سال 2050 تا 3 درصد کاهش یابد و حدود 51 دهم میلیون نفر در اثر تغییرات آب و هوا خانه و مزارع خود را از دست خواهند داد.